برنامه اسفنج برای آدم بزرگ طراحی شده. این برنامه جای روانکاوی رو نمیگیره و بیشتر یک گپ دوستان است. در صورت نیاز به مشورت پزشکی حتما با روانپزشک تماس بگیرید. مراقب خودتون باشین. سلام برسونید. آماده این؟ بله. به برنامه خودمونی اسفنج خوش آمدید. دوستان ایرانی در هر جای دنیا که هستین، اگه مشکلی، نگرانی، دلواپسی دارین، رازی توی دلتون گیر کرده و یا اگه موضوعی هستش که ازش خجالت میکشین، راحت نیستین با اطرافیاتون صحبت بکنین، میتونین به صورت ناشناس یا شناس با ما تماس بگیرین و دربارش با ماها، من و همکارام، بیشتر با همکارام درد دل کنید و از طریق شماره تلفن 001-202-68-94-076 که چند بار این زیر می نویسیم چون من با نمره خیلی خوب نیستم، با ما در تلگرام و واتساپ و سیگنال در تماس باشین. میتونین اسم خود یه اسمی انتخاب بکنین و یا اینکه اسم واقعیتون استفاده کنین، به طور کاملا ناشناس مشکلتون رو مطرح کنین. فقط لطف کنید در کوتاه‌ترین حالت ممکن با یک پیام صوتی بگین که ما وقت داشته باشیم به همه اینو گوش بدیم. ما همه پیام‌ها رو چک می‌کنیم و برای شرکت در برنامه اسفنج باهاتون تماس می‌گیریم و میگیم که تو کدوم برنامه کی بهتون زنگ می‌زنیم. در ضمن من سامان اربابی هم، دومی مهمترین آدم کره زمین، در کنار همکارام شهرزاد که هنرمند و مدرسه و آتش روانکاو برنامه که تخصصش در اعتیاد و افسردگی و رابطه عشقی و خانوادگی و جامعه LGBTQ گرفته تا استرس و استراب و خیلی چیزهایی که هممون الان درگیرش هستیم. شهرزاد خوبی؟ من بسیار عالیم، تو خوبی؟ خوب. راضی هستی از دکور؟ خیلی قشنگ شد. هنرمندی؟ چه هنری داری؟ اول اونو بگو، چه هنرهایی کردی و میکنی؟ خیلی کارا میکنم. خجالت نکش. شکرت نفسی نکش. ببین همه کار میکنم. مثلا همه چی میسازن، چیزای کوچولو گنده. مجسمه، اینستالیشن، پرفورمنس. نقاشی بلد نیستم. همیشه هم خواست نقاشی بشم ولی بلد نیستم. ولی مجسمه میکنم. چی درس میدم؟ ویدیو درس میدم. مبانی ویدیو. به کی؟ به بچهای سال اول دانشگاه. آره خیلی هم یعنی تدوین و از این چیزا، این که چجوری دوربین روشن کنن، چجوری فیلم بگیرن، ویدیو آرت بسازن، نگام کنیم ببینیم مثلا ویدیو آرت روشن کردن که من میتونم یاد بدم. من دانشگاه یادم اونجوری نیست. ولی بعد از روشن کردن چیزای دیگه. آره بعد مثلا چجوری ویدیو آرت بسازن، مثلا یه ذره تاریخ هنر ویدیو آرت و اینا رو نگاه می‌کنیم. فهمیدم. باش. آتش سلام. اسمت بسیار قشنگه و تنها اسمی است که تا حالا دیدم با یه دونه ایموجی میتونه درسته توضیح داد که کی چیه. 19 سالگی تو بگو. میدونم یه جورایی از ایران نه تنها در رفتی، ولی میسی که از خانوادت در رفتی. اول بگو اصلا چی شد که اومدی اینجا و افتادی توی این کاری که الان روانکاوی میکنی؟ حتما. ببین وقتی که اسمت آتشه نمیتونی که تو ایران بمونی و توی 19 سالگی شوهر کنی و بچه دار بشی یا اینا. با اسم آتش نمیتونی، با اسم آتش زیر اون سن هم میتونی الان متاسفانه. ولی خب مشکلات زیاد بود. میخواستن که ازدواج کنم تو سن کم چون خیلی شیطون بودم، فکر میکردن که ازدواج میتونه آرومم بکنه، ولی خب این منو بیشتر ترسوند و دروند. پس داستان خیلی طولانیه که چجوری اومدم آمریکا. مطمئنم تو برنامه دیگه هم بیشتر میگی. ولی چون خیلی مشکلات روحی روانی خودمو داشتم و تونستم توی محیط جدید کمک بگیرم، این حستون به وجود اومد که دوست دارم این کارو هم یاد بگیرم، چون کسی که کمکم کردن اصلا تا الان هم مهمترین آدمای زندگیم هستن. پس شروع کردم در موردش درس خوندن، خودم تراپی رفتم و نزدیک 20 ساله که با نوجوانا کار میکنم. و یه مدرسه را انداختی، اونو بگو. آره سال 2012، یعنی قبل از 2012 تو مدرسه ها کار میکردم. نزدیک 20 ساله تو 3 تا مدرسه متفاوت کار کردم، ولی توی مدرسه ها متوجه شدم که این جوانا خیلی مشکلات روحی روانی دارن، ولی به زور این معلم ها و مدیر مدرسه فقط فکر میکنن در مورد رشد تحصیلیشون، نه رشد روحی روانیشون.
و من همیشه آرزو می بود که این مدرسه باز بکنم که رشد روحی روانی مهمتر از تحصیلی باشه و در نتیجه تحصیلی هم خب همه مقتشون باز میشه برای یادگیری. و یه دونه از همکارام در موردش با هم صحبت کردیم، گفت من میخوام مدرسه باز کنم. گفتم منم میخوام مدرسه باز کنم. باز کردیم، 6 ماه بعدش خیلی ها بهمون خندیدن، مسخرمون کردن. ولی خوبی مدرسه اینه که تمام معلمایی رو که انتخاب کردیم برای مدرسه اینو میدونن که کمک کردن روحی روانی بچه ها مهمتر از هر چیز دیگه هست و وقتی این در جریان هست همشون مغز یادگیریشون، تمایل یادگیریشون بیشتره. و یه چیز خوبه دیگه هم که میتونم در موردش بگم اینه که ما بهترین graduation rate، نمیدونم به فارسی چی میشه، آمار دیپلم گرفتن توی شهر رو داشتیم، چون این کار رو کردیم که گفتیم آقا همشون بتونن با یه مشاور صحبت بکنن اگه خواستن. دمت گرم. یه مشکلی که برای دوچار زندگی سخت شروع شد با اون داستان تبدیل کرده به یه چیز مثبت که الان مینیمم الان لاقل 500 تا شاگرد داری، تو این 11 سال هم کارهای مثبت کرد. خیلی ممنون از هر دوتون. بریم به اولین کارمون. مرسی. حالمون نه، اولین کارمون پای تلفن شمسی رو خط داریم. شمسی اگه صدای من رو میشنوی، مرسی که اومدی تو برنامه. لطفاً صحبت بکن و ما تا جایی که میتونیم باهات گپ میزنیم. سلام، من خیلی خوشحالم که توی برنامه‌تونم. سلام شمسی جون. سلام، خوبتونی؟ شهرزاد خجالتی گفت سلام شمسی جون، ولی تو منتظر خجالت ما نباش، تو حرفاتو بزن، بگو. ما برو میشیم میفهمیم تو داستان. بفرمایید. خب من سوالی که این چالشی که داشتم این بود که من 21 سالمه و همیشه میدونستم که فقط از پسرام خوشم نمیاد، یعنی همیشه میدونستم که از دخترام خوشم میاد، ولی هیچ وقت تا مثلا یکی دو سال پیش فعالانه تلاش نکرده بودم که مثلا رابطه ای با همجنس خودم هم برقرار بکنم. بعد الان که دارم سعی میکنم دختر رو اپروچ کنم، یه چیزی که اذیتم میکنه اینه که درسته که مدیا به ما میگه که فکر نکنیم چیزی به اسم جندر رول وجود داره یا مثلا آدم های مختلف جندر های مختلف نقش های به خصوصی دارن، نقش های از پیش تعریف شده ای دارن، ولی من حس میکنم وقتی که حالا پسر من رو اپروچ میکنه یا من پسر رو اپروچ میکنم، این نقش ها معلوم تره تا وقتی که دارم دختر اپروچ میکنم. اولا به اون میدیا خیلی گوش نده، همین که الان این در رو باز کردی داری با ما صحبت میکنی، آتش بهتر میتونه نظر خودشو بده، این خیلی قدم خیلی به نظر من قشنگ و خوبیه. ببخشید وسط حرف پریدم، ادامه بده. نه همین دیگه. خب الان سوال چیه؟ خیلی سخت دارم. آها، سوالم اینه که بعد چیکار کنم؟ دخترا امتحان کردی حالا شمسی؟ آره. خب بعد چی شد؟ و اینجوریه که خوبه مثلا پیش میره یه جورایی، ولی انگار خیلی باید تلاش بیشتری بکنید. کجا هستی؟ اگه لازم هم نیست بگی، یا میخواستم ببینم. من خارج از ایرانم. اوکی، پس نسبتاً آسون‌ترم مثلا هستش. اوکی. آره. اوکی. اینجوریه که انگار تلاش بیشتری من باید بکنم در یک رابطه ای که در رابطه عاطفی با همجنسم. دقیقاً. بله، من فکر میکنم که اولین باری هر کاری که هر کسی میخواد انجام بده سخته و ترسناکه، یعنی اولین بار هر کاری اول سخته و همینجوری که بیشتر انجامش بده آسان تر میشه. و اینکه حق طبیعی هر شخصی هست که هر تمایلی داره با هر کسی که دوست داره بیرون بره، و خیلی خوشحالم که میشنوم این در رو روی خودت باز کردی. من هزار قرن پیش دارم میگم، کلاس سایکولوژی که تو مدرسه داشتیم اتفاقا یه کتاب داشتیم فقط درباره سکشوالیتی انسان‌ها بود، و به من بگو اگه غلط دارم میگم، ولی کاملا اون کتاب یکی از بهترین کتابایی بود که تو مدرسه درس دادن، و داستان این بود که بچه تو هر یه سنی که میرسه، حدود بلوغ میرسه، کلی علامت سوال تو سرش و دنبال هزار تا چیز ممکنه بره به اضافه سکشوالیتیش.
که هم دخترها دارن هم پسرها دارن هم هر چی باینری های وسط، و اینکه آدم به یه چیزی گرایش داره امتحان میکنه کاملا نرماله، منتها اون وقتی که کردی بعدش اگه خواستی ادامه بدی یا ندی اونجاست که تقریبا نشون میده که کدوم جهت میخوای بری یا نری. درست میگم؟ دقیقاً. من میام تو پرانتز بگم من اصلا فکر نمی‌کردم، یعنی مشکلی نیست که فکر می‌کنم غیر نرماله. احساس کنم برام سخت‌تره. خب چرا فکر می‌کنی سخت‌تره؟ یعنی اپروچ می‌کنی به مثلا پسرا یا پسرا با تو اپروچ کردن چه فرقی میکنه برات؟ این شکلیه که گفتم، این شکلیه که انگار من خیلی نمیخواد در رابطه با یک پسر تلاش کنم، یعنی اون احتمالا تلاش بیشتر رو میکنه، ولی در رابطه با دخترها این شکلیه که خیلی باید ریسپانسیو باشی و خیلی باید ایموشنالی اویلیبل باشی همیشه برای یه مدت خیلی زیادی، و من زمان این شکلی نیستم که بتونم. خب اتفاقا خیلی چیز جالبی گفتی، چون emotionally available بودن در هر رابطه لازمه. پس یعنی به نظر ربطی به این نداره که کی زنه یکی مرد، انگار پسر رو کمتر اذیت میکنه که مثلا یه مدت. خب شاید من اشتباه کردم، ولی شاید هنوز اون تیپ دختری که مورد نظرته رو پیدا نکردی، برای همین احتمالاً باید یه کمی بیشتر کلاً به همه ربط داره، نه پسرها نه دخترها، هر چی دنبال پارتنر میخوای بگردی هزار بار اشتباه میکنی، یه چیزایی پیدا میکنی، چیزی به فکر کنم از نظر من باید بیشتر دنبال اون تیپی که خوشت میاد و دوست داری بری. اگر همش دوچار اختلافی مشکلی چیزی شد آدم بریک اپ میکنه میره راه بعدیش دیگه. درست میگم؟ دقیقاً. هیچ اشکالی هم نداره که مثلا با طرفی که آشنا میشی بهشون بگی که جدیدی تازه داری شروع کردی با دخترها بیرون بری، پس همون وارنبلیتی خودش میتونه باعث صمیمیت بشه. یا حتی بگی این رابطه قرار نیست طولانی باشه، یا قرار مثلا کژواله یا طولانی مدته. آره دقیقاً. مرسی شمسی جون، ادامه بده سعیاتو بکن، دم گرم. دمتون گرم. میریم کامبیز در چالی استاد، خوبی؟ بله بله، بفرمایید. سلام کامبیز. مرسی مرسی، ممنونم. من مشکلم از دوران کووید شروع شد، در واقع که لاکداون ها شد و این داستان ها. الان حدس میزنم چیکار کردی که احتمالا پای تلویزیون نمیشه گفت. خونه زیادی بودی؟ من خونه زیادی بودم و دیگه مثل همه سعی میکردم یه ذره سر خودم رو با چیزهای مختلف گرم بکنم، ولی دیگه بعد از یه مدت رو آوردم به مشروبات الکلی و شروع کردم الکل خوردن، و این یه جوری دیگه موند توی من، و دیگه الان گفتم که موقعیتی پیش اومده از شما بپرسم که چه پیشنهادی میکنی که یه ذره کمش بکنیم این داستانو. الان که از این قفس کووید اومدی بیرون هنوز یعنی داری ادامه میدی؟ بعد چقدر داری میخوری؟ اول اینو بگو، چون من 90% دوستام همه الکلی هن، میخوام ببینم در چه حدن. بگو. من هر روز. اوه، اون وقت سر کار و مار میتونی فرداش بری؟ یعنی میتونی فانکشن بکنی زندگی به هم نخوره؟ آره نه، فانکشن رو اینا میتونم بکنم، ولی خب مثلا صبحش زر سردرد و مگسی هم و اینا بخوام. بعد اگه پیش میاد مثلا نه، یعنی به خودت گفتی مثلا بیا یه روز نخورم ببینم چی میشه؟ بله شده، ولی خب روز بعدش چی خیلی خر مگسی میشه روز بعد. آره. بعد اینکه از خونه کار میکنی؟ من از خونه کار میکردم و از کامبیز خرابه، و الان دیگه نه، الان میرم آفیس رو میام. پس یعنی یه روتینی داری که هر روز میری آفیس رو برمیگردی سر یه ساعتی شروع میکنی خوردن؟ سر یه ساعتی شروع میکنی کامبیز جان؟ بله میفهمم داستان چیه. آتش، اولا کووید موقعی خیلی درناکی بود برای همه ما، یعنی هممون نمیدونستیم جریان چیه، چه اتفاقی برامون میفته، هممون اتکا کردیم به چیزایی که میتونه مثلا یه مقدار آرامش برامون بیاره، و من اینو اتفاقا خیلی شنیدم که دوران کووید خیلی ها اتکا بیشتر به مواد مثلا به الکل یا به ماریجوانا یا علف و چیزای دیگه اتکا کردن، ولی همین که خودت زنگ زدی و میدونی یه مشکلی هست در این قضیه، این خودش راه اوله، قدم مهمیه، قدم اوله. من خودم دارم سعی میکنم به این قدم برسم. آره از کامبیز شاید یاد بگیرم برم طرف اون قدم.
نمیدونم تا حالا سعی کردی که کمک حرفه‌ای بگیری؟ نه. یعنی در مورد 12 قدم میدونی؟ در مورد AA نمیدونم کجا زندگی میکنی؟ 12 قدم یه پروسه تو آمریکا هستش برای ترک کردن اعتیاد که توی ایران هم هست. خیلی زیاد. هم NA هست هم AA هست. پس کامبیز باید بره طرف این قضیه اگه واقعا میخواد. من نظرم اینه که بره چند تا میتینگ توی زوم، نمیدونم الان هست توی ایران یا نه، ولی نه دیگه مشکل زوم اینه که خونه میمونه. آره، هم کنارش داره عرق میزنه. آره، بعد بری خود جلسه استاد بری چند تا جلسه فقط گوش کنی. احتیاجی هم نیست که هیچی بگی، ولی ببینی کسایی که میشنوی داستانشون و شبیه داستان خودت هست، این خودش خیلی میتونه کمک بکنه. آره. که در رو باز بکنه، در موردش صحبت بکنه، احساس کنه که تنها نیستی. دقیقاً. کامیز جان پس برو همین الان یه اپوینتمنت بگی، یه زنگی بزن. و یه چیز دیگه که بگم، 12 قدم ها مجانی هن. یعنی احتیاجی نداره که مثلا نگران پول باشی. فقط میتونی بری توی جلسه و بگی که من فقط سوال دارم، نمیدونم اگه مشکل دارم یا ندارم، فقط میخوام با یه کسی حرف بزنم. و میبینی چقدر همه میان سراغت و مواظبت. مرسی کامبیز جان، دمت گرم. موفق باشی. موفق باشی. موفق باشی. راه تماس با ما یادتون نره، میتونین به این شماره تلفن 001 یعنی 201-202-6894-076 از طریق تلگرام و اینستاگرام و واتس اپ برای ما یه پیام صوتی بسیار کوتاه بذارین زیر 30 ثانیه لطفاً، که ما بتونیم همه رو گوش بدیم و باهاتون تماس میگیریم که میگیم چجوری میتونین تو این برنامه شرکت کنین. بریم به تلفن بعدی، لیلی. لیلی جان چطوری؟ سلام. برو لیلی جان، برو. این سیستم آمریکایی خیلی چاپ فرماتی نمی کنی. سوالتون چیه؟ خیلی ممنون. من سوالم راجع به چیتینگ کردن یا خیانت در رابطه هست. صاف میری جهنم لیلی جان، صاف میری جهنم. اصلا لازم نبود زنگ بزنی. این جواب امامیش بود. بله بله. خب ببخشید. برو بگو. ولی خب بعد از اینکه یه رابطه دادم خیانت میشه، آدم یه پیش ذهنیتی داره راجع به کسی که باهاشه، راجع به رابطه‌ای که باهاشه، و هر چقدر این آدم نزدیک‌تر به تو باشه، خب تو خیلی مثلا برنامه چیدی و پلان ریختی واسه آیندت با این آدم. بعد وقتی که میبینی بهت خیانت میشه، اون موقع نه تنها تصوراتتو باید راجع به نسبت به آدم مقابل عوض بکنی، بلکه باید در مقابل خودت هم نظرت عوض بکنی. آیا من خیلی احمقم؟ آیا من خیلی زود باورم؟ و این مسئله نه فقط بُعد احساسی تو یا بُعد رابطتو در بر میگیره، بلکه یه بُعد شخصیتی هم داره که از خودت نامطمئن میشی، یا اینکه تراست ایشوز پیدا میکنی و اینکه نمیتونی برای رابطه بعدی اونقدر اوپن باشی. آره. شما بپرین به لیلی کمک کنیم ببینیم داستانش چیه، چیکار باید بکنیم. آره لیلی که اول البته اینو بگم، کاملا طبیعی ها احساسات، هرچی میگی منم احساس کردم، میتونم بفهمم، ولی شما که بهتر میفهمید. مخصوصا وقتی کسی بهش خیانت میشه، خب خیلی شکست روحی میخوره هر کسی، و متاسفانه خیلی آدم ها این اتفاق براشون افتاده. ولی یه چیزی که میتونه خیلی کمک بکنه اینه که بدونی مثلا مرزات کجاست، یعنی در مورد احساساتت و خواسته هات اینا رو بتونی در موردشون صحبت بکنی. با رابطه جدید که شروع کردی میتونی اینا رو مثلا به حالت آنست، یعنی از اول به پارتنر بعدی بگه که چی شده. آره. که چی شده و چی میخوای. آره. چی میخوای چی نمیخوای، میدونی اینا خیلی مهمه، صحبت کردن در مورد خواسته هات با آدم جدید. یه مدتی طول خواهد کشید که این اثر خیانت از بین بره، ولی مطمئناً میتونین رابطه‌های جدیدی که شروع می‌کنی سالم‌تر باشن. ولی یه چیزی که گفتی، ببخشید، یه چیزی که گفتی شنیدم که باید فکر کنم بهتره ترک بکنی، اینه که خودت رو گناهکار بدونی. مثلا شنیدم گفتی من احمقم یا نمیدونم مثلا زود باورم. فکر میکنم اینجور صحبت کردن با خودت هم باید باشون مرز بذاری که این کارو نکنی. مثبت باش، قوی باش. آره
آره، برای اینکه تجربه من یا کسایی که دیدم این اتفاق برشون افتاده اینه که آدم شروع میکنه اول یه دوره شوکی میگذرونه، درسته، اعتمادش رفته و بعد اون کسی که خیلی دوستش داشته برش عزیز بوده یهو انگار یه که مثل کامبیز ممکنه بره شروع کنه الکل خوردن. آره دقیقاً، کار اشتباهی. آره ولی یه اون ممکنه تو مثلا فکر کنی این آدم یه روی دیگه ای داشت، من نیده بودم. مرسی لیلی جون، این اتفاق برای همه میفته، تنها نیستی. همینجوری که آتش گفتش از خودت هم نباید احساس بدی بکنی، چون طبیعیه، اون شخص هم از این کار دیگه نمیکنه، ولی تو دیگه خلاص برو به بعدی. سهیل رو پای خط داریم. سهیل جان صدا میاد، بفرمایید. سلام و احترامات به همه، امیدوارم خوب باشیم. سلام سهیل جان. سلام، خوبین؟ بخیر. مرسی سهیل جون، خیلی ممنون. بگو صحبت کن لطفا، میشنوی. میخواستم به خاطر این بگویم که من حدود یه سال میشه توی کانادا آمدم، از افغانستان هستم و حدود دو سال شده از افغانستان بیرونم، ولی تو مدت این دو سال مکمل زندگیم با دیگر روی شده و توی این دو سال همیشه با یک ساحر دیگر درگیر هستم توی درون خودم. یعنی بعد از داستان طالبان که اومد تو کار، اومدی از افغانستان بیرون. اوف، میدونم چقدر میتونه سخت باشه. من خودم افغانستان چند بار رفتم، قلبم خیلی به شما نزدیکه و امیدوارم الان گریه نکنم، ولی بگو چی شده دقیقا. وقتی که از وضعیت خیلی خراب از افغانستان برآمده بودم و شرایطی که مثلا توی افغانستان قبل از برآمدنم تجربه کردم، توی مدت 4 ماهی که دوران طالبان بودم، مکمل سهیلی که الان هستم که او فقط ظاهرم است که یعنی زندگی میکنم جلوی همه، ولی یه سهیل دیگری که درونم هست همیشه با خودش درگیر است از لحاظ روحی و به خصوص هیچ چیزی را الان نمیتونه قبول کنه، یا به خصوصی که اعتماد و همه چیزهای خودش یعنی از بین برده و شکسته، یعنی با خود درگیر است مثل یک زندانی که توی یک چهار دیوالی باشه و اونجوری بند مانده و همیشه درگیر همون روزایی است که در دوران طالبان سپری کرده و هر چی کوشش میکنه از او یعنی بیرون نمیشه، فقط فکر ذهنش تو اونموج است، روحش اونموج بند است، یعنی اصلا نمیدونم که دو بار چی کار کنم. بله، مهاجرت خودش خیلی چیز پیچیده و سخت و بدیه، مخصوصا از در رفتن حکومت مثل طالبان. دقیقا، خیلی خوشحالم که تونستی از افغانستان بیرون بیایی و اصلا نمیتونم تصور کنم درد و ترسی رو که کشیدی توی خود افغانستان، توی مهاجرت به کانادا، تمام اینها. ولی میدونی تمام اینا وقت میگیره، نمیدونم به خودت وقت دادی؟ چیزی نیست که مثلا الان اومدی بیرون پس باید خوب باشی. بعضی موقع چند سال شاید طول بکشه و نمیدونم با کسی صحبت میکنی، صحبت کردن در مورد اتفاقاتی که بهت افتاده خیلی مهمه، بتونی مثلا اگه دوستی پیدا کنی، اگه مشاوری پیدا بکنی، شروع کنی در موردشون حرف زدن. یعنی پاکسازی فکری و روحی تنها راه درمان شدن هست. آره، و یه راه دیگه هم بگو سوهی جون. بفهم. من میخواستم یعنی چندین بار کوشش کردم با همه درباره ازی صحبت کنم، یه مدت خوب میباشم، یعنی یه مدت کوتاهی خوب میباشم، ولی دوباره به طور غیر عادی دوباره به اون فضایی میرم که بودم، یعنی احساس خیلی بد و احساس مثلا با خودم مثلا احساس گناه یا احساس ازی که چرا این چیزها با ما اتفاق افتاده، همیشه درباره از این فکر کرده، همش فکرم تو اون حالت میره، با وجود که صحبت میکنم و یه مدت خوب میباشم، ولی ناخودآگاه دوباره پس به اون وضعیت میرم. آره، ولی سوال جان، آخر صحبت کردن این چیزها با یه آدم حرفه‌ای طولانی مدته، باید یه چیزی باشه که مثلا نمیدونم هفته یه بار، هر دو هفته یه بار، یه چیزی است که فکر نمی اینجوری نیستش که مثلا یه بار بری قرصی باشه که درستت بکنه، این طولانی مدته. ولی چیزی که مثلا من خودم زمان جنگ ایران و عراق از ایران اومدم، بعد پاریس زندگی کردم، بعد اومدم آمریکا، برام همه چی آمریکا جدید بود، چون یه جایی اومدم که از تو مدرسه هم همه بچهای دیپلمات‌های همه کشورها بودن، خلاصه یه جایی بودم که نه فرهنگ من بلکه فرهنگ همه یهودی اومد ریخت توی میز یاد گرفتن من، کسی داشتم صحبت بکنم، ولی خب سخت بود و پیچیده بود، ولی چوری کم دوست پیدا کردن، حالا کاش که یه کسی بود باهاش حرف می‌زدم، ولی ورزش اون موقع من نجات داد. ولی این چیزی که آتش میگه درسته و فکر کنم طولانی مدت کرد، این
بین... پروسه هست دیگه، پروسه هست. بعضی ها مثلا شاید مدتش طولانی تر از کسان دیگه باشه، ولی در هر صورت اگه میتونی مشاوری پیدا کنی حتما. میدونم توی کانادا سپورت گروپ های زیادی هست برای کسایی که تازه وارد کشور شدن، بتونی با کسایی حتی مثلا سپورت گروپ های شروع کنی، با کسایی که تجربه شبیه به تو دارن، اون هم خودش خیلی کمکه. یعنی حتما نباید مثلا مددکار اجتماعی باشن یا مثلا روانکاو باشن، باشن خب خیلی بهتره، ولی میتونی با کسایی که تجربه شبیه به تو دارن صحبت بکنی و عجله نکنی، به خودت وقت بدی که این چیزا وقت میگیره و من مطمئنم اگه این وقت رو خودت بذاری مطمئنم میتونی بیای بیرون. مطمئنم سوال اوکی میشه. خوشبختانه یه جایی هستش که کانادا مثل کشوری مثل کانادا آمریکا انقدر مهاجر و آدمای خارجی توشون هستش که دوست موست یا آدمای شبیه خودش میتونه پیدا کنه، دکترایی که میتونن کمکش کنن حتما هستش. امیدوارم خوب بشی و میشی، فقط طولانی مدت برو دنبال این قضیه جدی بگیرش، چون مهمتر از همه چی اینه که رو روانت مثبت و خوب باشه و دقیقا. جایی که هستی جا بیفتی. دمت گرم. با ما بعداً لطفاً دوباره تماس بگیر. حتماً خیلی خوشحال میشم. یادتون نره راه تماس با ما از طریق تلگرام و اینستاگرام و واتساپ. 201-202-68-94-076. بریم به مونا. مونا جان بفرمایید. سلام. من راستش حالا چی کنم با یکم داستانم اینه که من از یه رابطه مدت تقریبا 8 ساله اومدم بیرون و خب به خاطر اینکه رابطه خیلی بلند مدت بوده ما خیلی دوستای مشترک، آشناهای مشترک داریم و حالا جدا از خود یک سخت بود، یه برنامه سفر ما با یه سری با یه گروه دوستی قبل از این ماجرا گذاشته بودیم، قبل از بریک آپ، و تصمیم گرفتیم که این سفر رو بریم به خاطر اینکه خب یعنی می‌خواستیم که همچنان تمام با این دوستا ادامه داشته باشه دو هر دومون و ولی نکته اینجاست که دوست پسر قبلی من این بار داره با دوست دختر جدیدش میاد توی این سفر و خب این یکم پیچیدگی ایجاد کرد. دقیقاً موقعیت سختیه. آره و مثلا حدود 3 ماه گذشته از بریک آپ ما، یکم بیشتر 4 ماه. آره و مثلا من احساس میکردم که اوکی ام با این ماجرا، ولی خب یه ذره احساسات متناقضی دارم. خیلی چیز بدیه آخه، این برای قضیهش هم سخته. مثلا هم ماشین فراری رو دوست داری هم لامبورگینی، یکی از دوستات فراری اون یکی لامبورگینیه، بعد اینا دیگه وقتی که تو یه گاراژ با هم نیستن تو میخوای با هر دوشون هنوز دوست باشی و هنگر بکنی یا مثلا بری بیرون، ولی باید واقعا مرز کشی جدا کردین داستانو یا چیه؟ چون اون ور قضیه هم بالاخره انتظاراتی از اون یکی دوستات دارن دیگه. آره دیگه، یکی از مسئله های بریک آپ برای منم پیش اومده. تو که اصلا نمیدونین چی داریم میگی. یکی از مسئله های اینجوری برای منم پیش اومده وقتی دنبال لامبورگینی رفتی یه فراری، تو دنبال تویوتا نمیدونی. من فراری بودم. خودت فراری بودی، اون یکی تویوتا بود. خب ولی وقتی که آدم جدا میشه دوستای مشترک بعضی موقعا همین، بعضی موقعا میبینی دوستای مشترک فکر میکنن که باید طرف بگیرن. خواهر دیگه. آره. طبیعیه. طبیعیه و آره. یه زن طول میکشه، یه جنگ داخلی خیلی بد. آره آره. مثلا 8 سال رابطه 8 سال گفتی درسته؟ آره. 4 ماه خیلی زمان کمیه. آره. برای رابطه‌ای که 8 سال باهاش بودی. من فکر میکنم یه ذره به خودت بیشتر وقت بده، به احساسات توجه بکن. حالا میدونم دوستای مشترک داری، ولی مثلا تا چند ماه دیگه اگه خواستی مثلا نری جاهایی که شاید اونو ببینی هیچ اشکالی نداره، فوکس رو باید بذاری روی خودت الان برای بهبودی روی خودت و به خودت وقت بده. 4 ماه خیلی مدت کوتاهیه. پس یعنی وقت بگذره یه کمی بهتر میشه. خب مطمئنا. ولی برای کسایی که الان این داستان گوش میدن ولی اون برای قضیه هستن، برای اونا چی داری که مثلا دوستای همین دوستمون مونا بدونه که مثلا اگر برنامه گوش میدن باید جهتگیری بکنن یا نکنن یا چی جوری باید بالانس بکنن قضیه؟ خب ببین، من به نظرم خود ایشون میتونن مثلا با دوستاشون صحبت بکنن بگم من برام سخته، یعنی مونا با دوستاش، مونا با دوستاشون صحبت بکنن بگم من برام سخته که الان مثلا شاید 6 ماه دیگه برام سخت نباشه ولی الان برام سخته، دوست دارم با شما وقت تنها بذارم به جای اینکه مثلا تو گروه بیام.
تمام این کارا اینا همه حق تو هست، میتونی این کارا رو انجام بدی، یعنی خطا رو مرزا رو میتونه از حالا بکشه، چون کسی که الان آسیب خورده مونه. دقیقاً. و دوستاشن که من یه مشکلم اینه که مثلا توی سفر الان احساس میکنم که خب اون آدما هم نباید احساسه، یعنی به هر حال یه سفر گروهیه دیگه و اون آدما، یعنی نگران اون دوستای مشترکت هستی که اونا چه حسی دارن. آره دقیقاً. و این تو سفر گروهی تو دو میخوای بری؟ آره. خب بله خوبه یا بله خوب نیست؟ فکر میکنی باید بری؟ میخوای بری یا فکر میکنی باید بری؟ فکر میکنم که خب مثلا اگه من نرم این بارم یه جورایی معنیش اینه که خب من نمیام دیگه برنامه گروهی رو دیگه. چیکار کنم؟ این معنیش اینه که خب احتمالاً دفعه بعد دعوت نمیشم. بگو. به نظر من فوکس رو باید روی خودت بذاری، میتونی خیلی آرستی به این دوستات بگی که من هنوز آمادگی ندارم توی گروه باشم، دوست دارم دعوت بشم توی گروه سفر بعدی. ولی توی این سفر هنوز آمادگیشو ندارم. ولی و فکر میکنی من داری این کار رو برای خودت میکنی، اگه فکر میکنی داری برای مثلا اینکه مثلا دیگران در مورد چی فکر خواهند کرد در موردش، شاید اون راه درست نباشه. آره، خب اگه تو مهمترین اینجا، اگه دوستات نزدیکن قاعدتا باید بتونی بهشون رو راست بگی که من یه ذره بیشتر زمان میخوام، ولی معنیش نیست که مثلا سفر بعدی رو نمیام. میدونی مونا جان، برای تو یه وقت اختصاصی میذاریم فقط با شهرزاد بعدا صحبت بکنیم، ولی فکر کنم همین که آتش گفت باید اوپن باشی با دوستات، اون چیزی که احساس میکنی و بگی و آیندهش هم بگی که اونام فکر نکنن این چیزی که نگران هستی اتفاق بیفته. مرسی، ممنون. افشین تلفن بعدیمونه. سلام افشین جان. خب من امروز دوست داشتم موضوعمو یه چیز عجیب و جالبی بگم که حقیقتا بعضی اوقات نمیدونم فهمه اینجوری هم یا کسی دیگه هم هستن که مطمئن باشم من حفظان افشین جان اگه عجیب غریب آزور دادم به خودم باید آرامش هم میشه، واسم خیلی عجیبه که چجوری میتونه همچین چیزی واقعا امکان پذیر باشه. حتی وقت مثلا دردم میگیره، نمیدونم مثلا خودم اون میزنم خودزنی میکنم، خیلی آرامش خاصی میگیرم و واسه اون لحظه حالم خوبه. میخواستم بدونم من مشکلی دارم یا اینکه این چیز معمولیه تو آدم ها. خودزنی که میگی به... یعنی چجوری یعنی خودت تو چجوری میزنی؟ فیزیکلی چجوری میزنی؟ مثلا میتونه به مثلا به این رفت داشته باشه که مش بزنم به دیوار، چیزی دورو برم باشه بزنم به خودم. ولی آدم دیگه ای که نمیزنی کاری میکنی که درد کسی دیگه ای که نمیزنی. آره درد انگار یه جوری به هم یه آرامشی میده، نمیدونم چی میشه که یا اینجوری میشی. معمولا تو عصبانیت های شدید این اتفاق باستم میاسه، موقعی که به قول گفتن خون جلو ششم مثلا میگیره، میتونه اینجوری باشه که واقعا درد یه ذره باعث آرامش میشه باستم. من عصبانیت هم معمولا جلو همه آدم ها یه شکله، یعنی مثلا عصبانیت خاص جلو یه سه تا از آدم ها، یه عصبانیت خاص جلو مامانم باب یه حالت هم معمولا. و اینکه این چیزی که باستم خیلی عجیبه، چرا میتونه درد هم باعث آرامش بشه تو اون لحظه. درسته، مرسی از سوالت، خیلی ممنون که در مورد این سوال کردی. اصولا خود آزاری در این شکل میگیره که درد درونی رو آدم ها سعی میکنن تبدیل بکنن به درد بدنی، چون درد بدنی رو میتونن حس کنن، ولی درد بدنی بعضی موقع کسایی که خیلی درد درونی دارن، غمگینی یا مثلا حسای متفاوت، حالا نمیدونم دقیقا چه حسایی هست، حالا دوست دارم ازت بپرسم، ولی اونا رو تبدیل بکنم به حس بدنی، چون اونا میتونن احساس کنن و دیگه بیهسی رو از بین ببرن. تو احساس میکنی که دردای درونیت حس میکنی یا اینکه حالت بیهسی در موردشون داری؟ من واقعا درد باستم یه ذره نمیخوام بگم درد احساس میکنم، فقط درد احساس میکنم، ولی یه ذره احساس کنم تحمل دردم مثلا به آدم ها بالاتر و به خاطر همینه که این اتفاق میفته که درسته درد هم آرامش میده، چون بیهستی خاصی ندارم، بازم درد رو احساس میکنم ولی اون درد رو
یه چیزایی به عنوان یه آرامش، به عنوان یه پینکیلر، حالا میگم به عصبانیتتون رفت بشه بشه، به هر چیزی رفت بشه بشه. این سوال به اون لحظه نیزی واسه من، یعنی حالت عادی دستم نبوره با چاقو، خب صد دست باید دردم میگیره. خیلی تو خشونت تو فامیلتون داشتین مثلا از نظر پدری یا یه چیزی که اینجوری نزدیک به این کارهایی که تو میکنی؟ آره اتفاقا میخواستم همین رو منشن کنم بگم که همچین چیزی بوده. یعنی مثلا من با پدرم مشکل داشتم و پدرم زیاد مثلا تعادل درستی نداشت و کار بد رو میکرد، با ما یه ذره فیزیکی رفتار میکرد. ولی فکر میکنم اینم بتونه تاثیر گذاشته باشه، یعنی چیزی باشه که از بچگی باشه. و حتی مادرم بهم گفت شاید این موضوع ژنتیکی هم باشه، نمیدونم امکان داره که همچین چیزی ژنتیکی باشه، چون پدرم هم دقیقا همین کار رو میکرده. من مطمئن نیستم در مورد ژنتیک بودنش یا نه، ولی میدونم یه چیزیه که میتونه آدم یاد بگیره و هر چیزی رو هم که میتونیم یاد بگیریم میتونیم از یادم ببریم، یعنی یاد بگیریم دیگه این کارا نکنیم. در هر صورت مثلا من با نوجوانایی که کار کردم که مثلا خودشونو کات میکنن، میبرن، تیغ میزنن و اینا، مثلا بهشون باشون کار میکنیم که یه جور کمتر به خودشون درد ایجاد کنن. مثلا رابر بند ببندن به دستشون، چی میگن، به کش ببندی دور دستتون وقتی برنگ برنگ اینجوری بزنی، هر وقت احساس میکنی گاز گرفتن اون. خب شاید گاز گرفتن اگر مارک نذاری روی بدنت بهتر باشه تا اینکه مش بزنی به دیوار. یعنی هر جوری اینا کمترش بکنی، ولی در موردش بنویسی، حتی مثلا اون احساس اولی که وارد بدنت میشه که میخوای مثلا مش بزنی به دیوار، یا اینکه اون چیزی میشه کنترل کرد، اون اول همون موقع که حس بدنشو حس بکنه. خیلی عجیبه. من اصلا منم خواستم این ازت بپرسم، می‌خواستم اینکه سوزن وارد پوستم شه و این درد متوالی باشه رو دوست دارم. و اصلا برعکس آدم ها خیلی آسان تطور زدم درده برای کوتاه مدت آخه چیز میکنه، برای کوتاه مدت اون درده اون استرس و اون کاملا نه فقط بلکه یه مارک هم میذاره. میخوام هر بزنی؟ حرف آخر بزن. ولی احساس میکنم دلیلی که زنگ زدی اینه که خودت میدونی که یه مشکلی هست به این و دوست داری این مشکل از بین بره، درسته؟ من فکر کنم همین که قضیه فامیل و رفتارای خانوادگی اومد اینجا و خودش میدونه داستان چیه. از پدر مادر خواهش میکنم با بچه هاشون با لطافت رفتار کنم. دمت گرم دیگه، این کار زشته. مرسی. و اینکه من خودم چون مشاور هستم و با خیلی ها صحبت میکنم، میدونم قدرت صحبت کردن با دیگران در مورد احساس چقدر میتونه کمک بکنه. امیدوارم بتونی کسی رو پیدا بکنی که در مورد این چیزات صحبت بیشتر بکنی. افشین جان مرسی، دم گرم، ولی حرفت عالی بود. مرسی که تونستی خودت رو باز بکنی و بپرسی. مرسی از زنگ. فکر کنم ریشه قضیه رو میدونی کجاست. دقیقاً. و اینکه خودت اینو الان احساس کردی، در واقع صحبت کردی، فکر کنم قدم خیلی مهمیه. مدام خواستم بگم برو تتو زدن یاد بگیر. برو یه چیز بوکس هم بگی گاهی وقتی پتا پتا، ولی فکر کنم نه اتفاقا خیلی این کارو میکنن. کسایی که مردهای مخصوصا که توی خود آزاری بودن مثلا میرن کلاس باکسینگ برمیدارن به یه چیز مثبت تبدیلش میکنن، برای یه چیز زیبا. بریم به تلفن بعدیمون، تینا. سلام تینا. سلام تینا. من میخواستم راجع به اعتماد به نفس خیلی کم حرف بزنم. من خودم خیلی اعتماد به نفسم پایینه و جوریه که هر بار میرم جلو آینه فقط از خودم ایراد پیدا میکنم و کاری میکنه که فقط مثلا فکرم بره راجبه که چه مثلا عملای زیبایی انجام بدم درستش کنم و حتی شده بیرونم زیاد نرم چون اعتماد به نفس خیلی پایین دارم. اعتماد به نفست پایینه چون فکر میکنیم مثلا فیزیکت ایراد داره یا روان و روح و از یا چیزای شخصی، یعنی چون میدونم شخصیتیت هم مشکل داره، درست گفتم؟ آره. میتونه جفتش باشه. خب سواله چیه؟ من نرواستی که بخواهی ساید خیلی مسکره شدم بچه بودم، میتونه به اونم رفته شده. بولی شده. بولی شده. و این خیلی رو مغزم تاثیر گذاشته. چند سالت بود که این اتفاق برات افتاد؟ تو چند سالگی؟ مثلا از چند سالگی تا چند سالگی؟ میتونم بگم از 12 سالگی تا 18 سالگی. اوکی. این دختر 12 ساله
درون تو 12 ساله 13 ساله تا 18 ساله درون تو خیلی بهش سختی کشیده، خیلی سختی کشیده، مسخره شده تو مدرسه. این چیز آسونی نیست برای هیچ نوجوانی، درسته؟ ولی من احساس میکنم، نمیدونم چند سالت هست، ولی زنی که الان هستی میتونه خیلی کمک بکنه به دختر 12 ساله درونت، طوری که باش صحبت میکنی، جوری که خودت رو تو آینه میبینی. میدونی شاید خودت رو بولی نکنی. منظورم رو متوجه هستی؟ حرف خوبی زدی. چون بعضی موقع ها که وقتی مثلا بولی میشیم عادت میکنیم که مثلا فکر میکنیم اینیم دیگه، پس توی ما میمونه. تو ما میمونه. و تنها راه بیرون اومدنش اینه که خودمون با خودمون متفاوت بشیم. مثلا چون خودت آینه رو گفتی، مثلا اگه جلوی آینه بری مثلا امروز، به جای اینکه به خودت ایراد بگیری، مثلا بگی سلام، چه خوب که میبینم تو آینه، با خودت با حالت عشق صحبت بکنی، فقط یه دقیقه، یا اصلا حرفم نزنی، ولی با خودت مثلا آی کانتکت، با تماس چشمی، تو چش خودت نگاه کنی، چش خودت نگاه بکنی و مسواک که میزنی صبح، با خودت یه صحبت خیلی و ببین اینا یه چیزی بهت بگم. اولا این بولی شده، همه بولی شدن، اصلا تنها نیستی، حتی بولی ها بولی شدن، منتها ممکنه مادر پدرشون بوده یا پدر بزرگشون بوده یا هرچی. تو اتفاقا آدم خیلی خوب و پاکی هستی، چون نه بولی کردی هم بولی شدی. تو مثل این که خونت او باشه. بله هم دیدی بهت گفتم تو اوی به من، اصلا تازه این کارم نیستم ولی شدم یه اوی. ولی اول از همه بدون که آدم خیلی خوبی هستی که تو این کار با کسی دیگه ای نکردی و این داری رو خودت کنی. درست گفتم آتش؟ خیلی دوست داشتم. آره، حرفای مثبت زدن به خودت خیلی مهمه. مثلا ما بهشون میگیم افرمیشن، نمیدونم افرمیشن به فارسی چی میشه. حرفای سالم و خوب زدن به خودت خیلی موثره. مثلا من آدم خوبی هستم. هستی. بعدم بدون، ببین، متفاوت بودن آدم هاست که آدم ها رو قشنگ کنه. هر چی بهت گفتن که فکر میکنی ظاهرت بده یا چیزی ایراد و اشکال داره، یا حسادت بوده یا شعور نداشتن. اون چیزی که هستی مهمتره. اگه همه ما عین هم قرار بود باشیم، میشین یه کارتون تخم مرغ. اون چیزی که داری و ازش استفاده کن و خیلی مواظب حرف زدن به خودت باش. مرسی تینا جان. مرسی از کار درست. راه درستی میری، خوبم میشی. بریم به راه تماس برای شرکت در این برنامه از طرف واتساپ و تلگرام و اینستاگرام که شهرزاد همکارم پیروز باز کرد، 201-202-68-49-076 تماس بگیرین، پیام صوتی خیلی کوتاه 30 ثانیه 20 ثانیه بذارین که درباره چی میخواین صحبت کنین، ما با به شما زنگ میزنیم بهتون میگیم که تو کدوم برنامه میتونیم شرکت کنیم. تلفن بعدی بهرام. سلام بهرام جان. البرز، ببخشید تو گوشم بهرامی وجود نداره، یه صدای دیگه بهم گفت بهرام. البرز جان. البرز سلام. چه اسم قشنگی. خیلی. البرز. سلام. سلام. بفرمایید. ارزم به حضورتون که من دانشجو هم اینجا تو آمریکا. و خیلی خلاص خواهم بگم و لب مطلب رو خواهم بگم. همه اتفاقایی که افتاده توی ایران و داره میفته و همه اینها به صورت کامل من از نظر فانکشنال بودن، از نظر اینکه بتونم کاری انجام بدم، مطلقا فلج کرده. یعنی کاملا این حالته که خودم اینجا هم، ذهنم اینجا نیست، دلم اینجا نیست و این چجوری بگم دیگه، واقعا همه همون میدونی دکتر، شاید پیچیده یا به وجود آورده. یعنی از صبح که پامیشی تا لحظه ای که میخوای بخوابی، ذهن درگیر، فکر درگیر، مدام اخبار، مدام. الان دیپرس شدی؟ الان دیپرشن گرفتی بعد از این چند ماه اینجوری؟ والا دیگه اصلا ببین، یه حالت فرسایشی شده. یعنی به حالتی که تشخیص نمیدی، هیچی تشخیص نمیدی دیگه. و مثلا که میدونم یه موقعی هم اگه حتی مثلا چند ماه پیشم یه اراده هایی داشتی که مثلا با این وضعیت بجنگی، یا مثلا یه مقدار سعی کنی نه فاصله بگیری، یا هر جوری مدیریتش کنی، انگیزه بدی یا امیدوار باشی، الان دیگه همه اون انرژی ها و اینا هم فرسوده شده.
میفهمم. همش احساس کنی یه جای دیگه ای. من کاملا درک میکنم. مثلا بعضی موقع تو مترو دارم این اخبارش میکنم سم میارم بالا یه اون شم ام اینجا. آره. و خب درس هم میخونی حتما پس سختر هم هست نه؟ دقیقا اصلا واقعا دشوار شده که تو بتونی تمرکز داشته باشی کاری که میخوای انجام بدی و اصلا اصولا انگیزه شو داشته باشی میدونی؟ یه حالت این که حالا مثلا بخونم که چی بشه فکر کنم انگار احساس اینکه خب خونم که داره میسوزه که حالا مثلا گیرم من این یکی واحدم پاس کردم که چی این چیزی که البرز داره خیلی ها خارج از ایران دارن مثلا اون 6 7 ماه 8 ماهی که گذشت مثل این که مثلا 3 روز مشروب بخوری هنگاور بگیری مثل کامبیز اون کسی که زودتر زنگ زد بعد یه هنگاور الان هممون خارج از ایران داریم که اینقدر اینتنس بود اینقدر همه چی سنگین و با سرعت وحشتناک رفت جلو که الان یهویی آدم احساس میکنه یه چیزی بهش شده الان البرز مشکلش اینه من دقیقا این حس خودم هم داشتم یعنی فکر میکنم تمام کسایی که ایرانی هستن و دیدن که چه اتفاقی داره تو ایران میفته و اتفاقی که داره تو دنیا اینا خب تمام اینا رو آدم اثر میذاره یه قسمتش طبیعه من خودم این احساس فلج بودن رو کاملا حس میکنم چون خودم هم داشتم ولی در یه جایی رسید که احساس کردم اگه واقعا میخوام کمک بکنم باید خودم رو سالم نگه دارم اگه خودم همینطوری مثلا فلج بمونم چطوری میتونم به دیگران یعنی کمک بکنم غذا و روح روان غذا آب خوردن یعنی همه چیزو مثلا بیسیک غذا دارم میخورم چند وعده دارم میخورم دارم آب میخورم دارم ورزش میکنم اگه ورزشم نمیتونم دارم بیرون میرم راه برم قدم بزنم زنگ میزنم به کسی بگم سلام حال تو چطوره یعنی یه جورای خودتو از این بیرون بیاری و میدونم سخته که نگاه نکنی سوشال میدیا نمیدونم اخبار فلان ولی اگه بتونی اینا رو همه رو یه ذره کمتر بکنی حتی یه ساعت کمتر بکنی مثلا دو روز بعد دو ساعت کمتر بکنی یعنی برام باید خودت به خودت یه بریک کوچولویی بدی از این چیزایی که الان هممون احتیاط بهش پیدا کردیم دو تا چیزی که خوشحالت میکنه بهمون بگو چیه من موزیک و راه رفتن راستش خب اینه منی خیلی عالی خیلی چیز سخت نیست عالی اگه بتونی این دوتا رو خیلی ازش استفاده بکنی هر روز این نمره ها رو ببر بالا اون نمره های چیزای منفی رو بیار هی هر روز کمتر کن تا یه پازی به خودت بدی یه کمی از اون داستان بیای بیرون روحیه دوباره برگرده مشکلی که خیلی همون داریم من کاملا فهمیدم من خودم کاملا اینو حس دمت گرم البرز جان مرسی قربونت مرسی از زحمت خواهش مرسی آتنا چطوری سلام آتنا جان خوبین مرسی شما خوبین بفرمایید سوالتون چیه من راستش تماس گرفتم که ازتون سوال بپرسم راجع به مشکلی که توی رابطه‌ام پیش اومده من یه مدت زیادی بیشتر از 10 سالی که ازدواج کردم و توی این سالا احساس کردم که پارتنرم یکم افسرده است و به پیشنهاد من رفتیم پیش دکتر و ایشون با بایپولار دیسوردر دایگنوز شدن یه مدت دارو مصرف کردن لیتیوم میخوره؟ میخورد و بعد دوست نداشت بعد دو سال خورد خیلی خوب بود همه چیز ولی خب روی بدنش خیلی تاثیرای بدی میذاشت خیلی همیشه دل درد داشت حالت تعور سیمپتومات اصلا کم نمیشد و بعد دو سال گفتش که حالش خوبه و با دکتر صحبت کرد و تصمیم گرفتن که داروشو قطع کنه یعنی دکتر خودش گفت میتونه الان داروشو قطع کنه آره بهش گفت اگه حالت خوبه اگه فکر میکنی همه چیز خوبه و فقط این داره زندگی تو بدتر مختل میکنه میتونیم کمش کنیم و بعد قطعش کنیم اینم کم کرد و قطع کرد و از اون روز به بعد من احساس کردم که خیلی مشکلات بیشتری تو رابطه ما به وجود اومد الان چند وقته که قرص نمیخورم دو سال شد دو سال و بعد از بله و بعد از یک سال خورده ای از من خواست که از هم جدا بشیم من احساس کردم خیلی داره شخصیتش تغییر میکنه اصلا احساس میکنم دیگه نمیشناسمش و بعد از یک سال نیم به من گفتش که بیا از هم جدا بشیم که 6 ماه پیش باشه و برای من خیلی سخت بود من خیلی سعی کردم دوباره کمکش کنم یا کمک کنم بهش بفهمونم که شاید همه چیز مثلا به خاطر که من خیلی همه چیز خوب بود و منم خیلی دوستش داشتم و دوباره خودش پشیمون شد گفت آره بمون
ولی به نقطه رسید که من دیگه خواستم از ایشون جدا بشم. حالا بلا تکلیفی میخوای بدونی با کدومشون آشتی کنی؟ یعنی با خوش اخلاق با سوال چیه عزیزم؟ سوال دقیقه چیه؟ من اینه که بایپولار دیسوردر که ایشون داشته الان منجر شده به هایپر اکتیو تایروید و تو آزمایش ها نشون میده که تیروید خیلی پرکار داره و همین باعث منتال ایشو شده. الان ایشون از من میخواد که من برگردم و اون بره درمان کنه. من سوال من اینه که شما اصلا به این بایپولار دیسوردری که باعث هایپر اکتیو تایروید شده شما فکر میکنید که موضوعی هستش که آدم بتونه با به دارو و درمان اعتماد کنه و زندگیشو دوباره ریسک کنه و بپذیره و جای سختی افتاده نه. چون پارتنر داره میگه که همون مثل پارتنر قبلی به من برگرد ولی به من کمک کن که بهتر شم. یعنی دو تا چیز خواسته. آره. هم خواسته پارتنر قدیمیش باشه. درسته. همین که خودم دکتر شدم. آتنا من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که به نظر میاد تو خیلی تمام قلب تو ذهن تو اینا رو گذاشتی، همه اینا رو یاد گرفتی، خودت متوجه شدی دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. یعنی معلومه که خیلی تمام وجودت رو گذاشتی توی این رابطه و سعیتو کردی برای اینکه. آره من خیلی ریسرچ کردم. اصلا ریسرچ من بود. من بهش گفتم که این لیتیومو که قطع می‌کنی باعث میشه تیرویدت به هم بریزه و اون خودش یه منتال ایشو به وجود میاره. من بهش ترغیبش کردم بره دکتر دوباره بره آزمایش بده. خاله دیگه بایپولار بودن چیزیست که تا آخر عمر آدم هستش. این من تعجب میکنم دکتره گفته که ول کن. الان باید چیکار کنه در چون مشکل من با این قضیه اینه که همسرتون دوست پسرتون ببخشید بهتون میگه که باید بیایم مثلا اول کمکم بکنی بعد من برم کمک بگیرم. این مشکله. اول دوست دخترم شو بعدن به من کمک کن که خودم رو این داستان کنم. دقیقاً. یعنی امیدوارم بخوای با کسی باشه که اول بخواد به خودش کمک کنه که بتونه توی رابطه سالم با تو باشه. آشنا اینجا باید یه مرزایی بکشی یا نه؟ چون هم میخواد کمک کنه، همین که خب دوتا چیز مختلف میخواد که اصلا به هم ربطی نداره. آره ولی کمک کردن خب خیلی خوبه. به نظرم میاد که همینجوری که شهرزاد گفت سالیان سال کمک کردی. آره. و فکر میکنم الان شاید موقع خوب باشه که به خودت هم کمک بکنی و ببینی مثلا برای تو چی خوبه. و ببینی مثلا که من به مثلا 6 ماه وقت میدم رو خودت کار کنی، بعدا اگه مثلا حالت بهتر شد میتونیم ویزیت بکنیم ببینیم میتونیم مثلا با هم باشیم یا نباشیم. ولی الان موقعی نیست که تصمیم بگیری آره من دوست دخترت میشم بعد تو برو کمک بگیر. آیا الان اگه بخواد کمک بکنه بدونی که دوست دخترش بشه تنها این کار که نمیتونه بکنه؟ بهترین کمکی که میتونی بکنی اینه که بهش بگی به خودش کمک بکنه، خودشو ببره. اگه خودشو دوست داشته باشه به خودش کمک بکنه پس قلبش راه اینا داره که تو هم دوست داشته باشه. آدمی که الان قرصاشو نمیخوره بالا پایین رفته میتونم چین قدمایی برداره خودش اول؟ این نباید مسئولیت ایشون باشه. درست میگی. چون مسئولیت آره. سنگینیه. آره چیز اولا درسته. بعد اون کلن داره از یه چیز دیگه استفاده میکنه یه چیز دیگه هم بگه. آتنا فکرم اینو باید با فامیل خودشم بگی ولی رمجی که آتش گفت شهرزاد گفت این مسئولیت تو نیست که تنهایی این کارو بکنی. تو میتونی کمک بکنی. قسمتی از این قضیه باشی ولی این دوتا چیز که از تو خواسته اصلا من ربطی نداره. کمکشو فکر کنم اونم باید با فامیل و آدمایی که دور و برش هستن با هم صحبت بکنی یه چیز گروهی انجام بدی. دقیقاً. شان دکتر. بسیار عالی. مرسی آتنا جان. مرسی از شما. دمت گرم. بریم خواهش مرسی. نازنین رو خطی خوبی؟ سلام نازنین جان. سوالی که من داشتم در رابطه با استراب هست. من خیلی جدیدم استراب داره اذیتم میکنه و مداهم عملا اینکه بتونم کارهای روزمرهمو انجام بدم یا مخصوصا بتونم خواب خوبی داشته باشم رو داره میگیره و اون جورهایی که قبلا انگار میتونستم باش مقابله کنم و روتین خودم رو به دست بیارم دیگه الان خیلی کار نمیکنه برام. منم دارم. من استراب استراب تو همین جوری مثلا وسط روز یا شب میگیری؟ قبلش چه اتفاقی میفته یا که همین جوری میفته؟ نمیدونم به اتفاق خاصی وابسته نیست. مثل اینکه یه چیزی که با صدای کم همیشه وجود داره و یهو مخصوصا شبا قبل از خواب بیشتر میشه، صداش خیلی بلندتر میشه.
چیزایی واقعا هم برای نگران بودن هست، یعنی از چیزایی که خیلی دور باشه نگران نیستم، مقداری واقعا چالش‌های زندگی هم هست، ولی در هر صورت اینکه موفق نمیشم که آرومشون کنم یه مسئله بزرگ شده برام. استراب اصولا یعنی ترس از آینده، یه چیزی در آینده داره تو رو میترسونه، درسته؟ یعنی همین آیندهش خیلی مهمه، نگرانی چیزی که میخواد اتفاق بیفته که داری در موردش فکر میکنی. پس بتونی فوکستو بذاری توی روزت، مثلا امروز چه کار میتونی بکنی، مثلا برای خودت یه لیستی ایجاد بکنی که مثلا بنویسی مثلا امروز من این 10 تا کار انجام میدم، نگران فردا و پس فردا رو اینا رو خاصی باشی دیگه کمتر باشی، چون داری فوکست روی امروزته. قدمای کوچیک. قدمای کوچیک، آره. و اینکه گفتی که قبلا جورای مختلفی میدونستی مقابله بکنی با اضطراب، میتونی اینا رو بهم بگی چه جوری مقابله میکردی؟ حالا اتفاقا همینی که میگید مثل تو دو لیست نوشتن، لیست برنامه‌ریزی نوشتن یکی از این راه‌ها بوده. ولی الان با وجودی که این کارو دارم میکنم هنوز موفق نمیشم. به قهوه زیاد میخوری یا نه؟ قهوه میخوری یا نه؟ زیاد. اتفاقا آره قهوه زیاد. خب ببین من حالا میگم برای منم میگیرم و همیشه داشتم سال‌هاست. یه چیزایی که من رو خودم کار کردم به من کمک میکنه اینه که کافئین روزمو تقریبا آوردم به صفر. به جایی که مثلا صبح قهوه بخورم، چون کافئین بدتر میکنه برای من، یا چای سبز میخورم یا یه سیب میخورم، کافئینم آوردم پایین. و به نظر من اگه اشتباه نکنم یه چیزی که خیلی کمک میکنه بازم اکتیویتیه، یعنی دقیقاً ورزش یا همین پیاده روی های بعد از ظهر کمک میکنه. یه موسیقی گوش میدم، یکم راه میرم که یکم استرس لولمو بسوزونم بره بیرون. خیلی خیلی حرف خوبی زدی سامان جان، چون استراب توی فکر دیگه یعنی فکر در مورد آینده است. اگه بتونی خودتو بیاری توی بدنت با راه رفتن، با ورزش کردن، حتی با نفس کشیدن، نفس کشیدن خیلی مهمه، مدیتیشن کردن، تمام اینا میتونه خیلی کمک بکنه. یه چیز دیگه هم که من تجربه‌ام بود اینه که تو دو لیست تو واقع گرایانه بنویس، یعنی آره اکسپکتیشن انتظارات خیلی زیاد آره، انتظارای گنده واسه خودت اول نذار. یه چیزی که بتونی تو روز خطش بزنی اون خیلی حال میده. وقتی خطو میزنی واقعا حس اگه مسواک میزنی دقیقاً مسواک آشغالا رو میذاری. من خودم تو دو لیستم خیلی مینیممه، مثلا چند بار در روز دستشویی میرم خط میزنم، نمیدونم اگه جواب تلفن میدم خط میزنم، همین انتظاره گنده. آره چون یه هم مثلا اگه این باشه که خیلی بزرگ باشه و نتونی اونو خط بزنی و بری روز بعد، همش احساس کنی روز شونت داره تلمبار میشه، یه جوری بدجوری آره. مثلا ناامید میشی چون نتونستی آره، قدم بود. مرسی نازنین جان، ممنون از تلفن. مرسی از همه. تو واتساپ بهم چند تا سوال دادن. آها. که میخوام اینا رو هم بپرسم بعد دیگه برنامه رو ببندیم. نیلوفر 23 ساله گفته آدم از کجا میدونه که عضو جامعه رنگین کمان هست یا نیست؟ سوال خیلی گنده و سنگین و پیچیده‌ایه، ولی میتونی خلاصه بگی چطوری میتونه یه نفر بدونه که هست؟ شک داره که جزو LGBTQ هست یا نه، یعنی تو سرش سوالایی داره اتفاق میفته که میخواد ببینه کدوم ور قضیه است. خب اصولا وقتی که شک داری یعنی کریس هستی، نمیدونم کریس به فارسی چی میشه، کنجکاوی، ولی خب کنجکاو میتونه میتونی گروه های متفاوت بری، میتونی با آدم های متفاوت صحبت بکنی در موردش. این کنجکاوی رو بیشتر روش چی میگن مانور بدی نترسه، یاد بگیره ببینین کجا میخواد بره قضیه. دقیقا. و اینی که این سوال رو داری مهمه که جوابش رو پیدا بکنی. سوال آخر، افشین 31 ساله، من از کجا بفهمم که به الکل اعتیاد پیدا کردم یا نه؟ احساس میکنم این افشین همکار خودمون باشه تو کنترل روم، ولی اگه نیستی، اگه خودتی افشین دوربین دو بار تکون بده، اگرم نه که هیچی، ادا از کجا میفهمه داره احتیاط پیدا میکنه به الکل که الکل، ولی کلن احتیاط به نظر من. دوباره 12 قدم یک عالم سوال هست، مثلا میتونیم سوالا رو بیاریم. خب کسی که اون 12 قدم نرفته نداره. ببین اگه سخت از خونه اومدن بیرون، اگه سخته که کار رفتن، اگه سخت از تخت خواب اومدن بیرون، نمیدونم رابطه ها شروع کردن ضعیف شدن، همش میخوای تنها باشی، اینا خب اینا شروع مشکل الکلی بودنه. آره دیگه، مثلا توی رابطه های نرمال کار کردن و ارتباطات با خانواده و دوست و پارتنر اینات، وقتی که داره دیگه
اونا رو به هم میزنه و لنگ میکنه دقیقا. کار نمیری یا نمیبینیشون به همش داری به الکل فکر میکنی، آره زندگی تو داره یه جورایی میگیره، اون علامت بدیه. آره. بعد بهترین راه اینه که اینو بهترین راه پیدا کردن که آدم الکلیه یا نه اینه که مشروب نخوره یه مدت، ببینه اگه زندگیش خیلی بهتر شد. خیلی چیز سخت و بدیه، روش باید کار کرد. البته من که نه دوستامو دارم میگم و چیزیه که تنهایی نمیشه باش روبرو شد، چون خیلی سخته، توش خیلی احساس گناه، احساس شرم هست. پس برای همین من همیشه میگم بهتره که با دیگران صحبت کردن، مشاوره کردن و مثلا 12 قدم رفتن، چون با آدمایی که میتونن. گرافیکامون داره خاموش میشه، یعنی آخر برنامه است. بله. 1 ساعت و نیم گذشت. مرسی بچه، مرسی از کسایی که با ما تماس گرفتن. امیدوارم بالاخره یه راهی شروع کرده باشیم و خداحافظ تا برنامه بعدی.